وبسایت عرب نیوز گزارش داد، اسنادی رو مشاهده کرده که بر اساس اون یک شبکه پولشویی در پاکستان طی 7 سال گذشته پولهای هنگفتی از این کشور به ایران و عراق منتقل کرده. بر اساس این گزارش ابوالفضل بهاءالدینی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان از یک متهم شبکه پولشویی ماهانه 200,000 دلار دریافت می‌کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه میشه. آقای مهرابی، رقم کلانی ماهانه 200,000 دلار که از این شبکه دریافت می‌کرد نماینده رهبر جمهوری اسلامی، این گزارش چه جزئیاتی داره و چه اسنادی رو دریافت کرده؟ بازداشت این افراد بعد از بازداشت حداقل 4 نفر از اعضای گروه زینبیون که در سوریه نامشون خیلی مطرح شده بود گشوده شد عملا، و این افراد گروه زینبیون متهم بودند که روحانیون اهل سنت را ترور کرده بودند. عملا از حدود 2 سال گذشته این پرونده شکل گرفته و یکی از افراد مهمی که بازداشت شده وصال حیدر نقوی بوده که رئیس مؤسسه جماران بوده در کراچی پاکستانی. مؤسسه برنامه‌های قرآنی و برنامه‌های مذهبی داشته و بارها در جمهوری با در سفارت یا دیگر مراکز جمهوری اسلامی برنامه اجرا شده با حضور وصال آقای وصال حیدر نقوی، و او یک شبکه مالی را هم سازماندهی می‌کرده بر اساس اطلاعاتی که به هر حال رسانه‌های پاکستان منتشر کردند و خودش در فعالیت‌های مالی ساختمانی هم نقش داشته. و بعد از اون هم 13 نفر از اعضای این شبکه بازداشت شدن که نامشون هم در رسانه‌های پاکستان ذکر شده. اینکه به هر حال اینها در ماهانه 200,000 دلار به نماینده رهبر جمهوری اسلامی میدادن و بعدن این پولها از طریق زائرانی که به ایران یا عراق سفر میکردن منتقل میشده، به نوعی نشاندنده یک روند معکوس هست. یعنی اینها به این معنا بوده که اینها یک درآمدزایی گسترده داشتن، حالا روشهاش یا روشهای دور زدن تحریم‌های ایران بوده یا به نوعی تجارت ایران را انجام میدادن در پاکستان یا هند یا کشورهای دیگه، و اون پول را بخشیش را قاعدتا صرف شبکه خودشون میکردن و بخششون را برای ایران یا گروه‌های دیگر میفرستادن. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه بودید.